سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها: از بنیادی دانستن دور دوم مذاکرات صلح تا خواست همگانی شدن جزئیات اجندای این مذاکرات، عبدالله عبدالله میگوید در دور دوم مذاکرات آتش بس از هدفهای مهم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان است. اجندای مذاکره چی می باشد؟ چرا با مردم افغانستان مطرح نمیشه؟ یقینا باید جزئیات از این گذاشته شود. کاهش نزدیک به 40% شمار خبرنگاران زن در کشور، به گفته نی از سال 2014 میلادی تا کنون 1000 خبرنگار زن به علتهای گوناگون ترک وظیفه کردند. 2400 زن خبرنگار و کارمند رسانه در رسانه های افغانستان کار میکرد. این عدد امروز متاسفانه شاید حول 1500 خبرنگار و کارمند رسانه بانو باشه. جنگ به پایان و ادامه قربانی شدن غیر نظامیان. کمیسیون حقوق بشر از کشته و زخمی شدن 400 غیر نظامی تنها در 3 ماه گذشته در شرق کشور خبر می دهد. تند بشری حقوق خلوا کمیسیون 11 بیا هم به جگره بدوار خوابانی غد کهی چه دقا جگره ودرهی آدستور لاره غوره کهی. و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، کوتاه‌ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی افغانستان به جهان از دیدگاه رئیس جمهور پاکستان. مشروع خبر: عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که جزئیات اجندای مذاکرات صلح باید با مردم شریک ساخته شود. آقای عبدالله میگوید که دور دوم مذاکرات صلح مهم و بنیادی است و تاکید می‌ورزد که در این دور مذاکرات رسیدن به یک آتش بس از هدفهای مهم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان است. با این همه یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به طلوع نیوز میگوید که طالبان تا کنون درباره جزئیات نظام اسلامی و آزادی های زنان و رسانه ها را که این گروه بر بنیاد آموزه های دین اسلام میخواهند به این هیئت تعریف نکرده است. شریف امیری گزارش میدهد. در حالی که جزئیات برجسته آجندای پیشنهادی هیئت های دو طرف در دور دوم گفتگوها از زبان برخی از منابع آگاه از این مذاکرات از سوی طلوع نیوز پخش شدند، اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر نیاز به همگانی شدن این آجندا به گونه رسمی تاکید می‌ورزد. اجندای مذاکره چی می باشد؟ چرا با مردم افغانستان مطرح نمیشه؟ یقینا باید جزئیات از این گذاشته شود. اما اینکه طالبان چگونه یک نظام اسلامی میخواهند و تعریف آنان از آزادی های زنان و رسانه ها بر بنیاد آموزه های دین اسلام و نیز ایجاد یک شورای اسلامی به چه معناست؟ حتی برای اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز تا هنوز ناروشن است. تعریفی از نوع حکومت اسلامی که اونا میخواهند، نوع حقوق اسلامی که برای زنها قائل هستند، نوع بطالباتی که دارند تا حالا برای ما واضح نکردن. در حالی که شورای عالی مصالحه ملی یگانه نهاد مدیریت کننده روند صلح دانسته می شود، اما یک دست نبودن مراجع دستور دهنده برای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در روند صلح هنوز هم یکی از نگرانی های مهم دانسته می شود. اگر مذاکرات از یک آدرس عنوان شود، فکر میکنم که امو اتحاد و اتفاق و همدلی حکومت را نشان میده بیشتر. عالی ترین مرجع در تنسکیوینگره در سوالی که بعد مصالحی علی شورا اوسی تروسا نده باید چی؟ انتظار می رود که پیش از پایان وقفه آغاز دور دوم مذاکرات صلح، نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز برگزار شود و اعضای این شورا با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان درباره آجندای مذاکرات رایزنی های خواهند داشت. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی اطمینان می‌دهد که هدف بنیادین مذاکرات صلح مشارکت معنادار زنان در روند صلح است. آقای عبدالله در نشست ملی مشارکت زنان در روند صلح می‌گوید که حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته به ویژه آزادی‌های زنان در مذاکرات صلح
یکی از هدفهای مهم هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات است. از سوی هم در این نشست زنان خواهان حضور معنادارشان در مذاکرات صلح هستند و تاکید می‌ورزند که آزادی های زنان در مذاکرات صلح باید حفظ شوند. شریف امیری گزارش می‌دهد. اینجا در نشست ترویج مشارکت زنان در روند صلح افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته را و پیشرفت‌ها در بخش تامین حقوق بشر و نیز آزادی‌های زنان را در مذاکرات صلح از موضوعات مهم و بنیادین این مذاکرات می‌داند. هدف اصلی مشارکت یا سهم معنادار زنان در این پروسه است. در این نشست نگرانی از پیامدهای توافق صلح با طالبان و آینده زنان نیز مطرح می شوند. اما حضور معنادار زنان در روند صلح و حفظ آزادی های آنان پس از یک توافق با طالبان بسیار مهم دانسته می شود. دغسی و فضا چه پاگی که فرصتونه وسط پیدا که پاگی که خویند تشویشونه اندیخنی و نلری زوانانی و نلری عام و گری و نلری دی سلط درسی دو خبری دیم. پیش از این طالبان گفتند که آزادی های زنان بر بنیاد آموزه های دین اسلام حفظ خواهند بود. اما تا هنوز روشن نیست که طالبان چه تعریف از این آزادی ها دارند. شمار خبرنگاران زن در کشور کاهش یافته است. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد میگوید که از سال 2014 میلادی تا کنون 1000 خبرنگار زن به علت‌های گوناگون ترک وظیفه کردند و شمار خبرنگاران زن از 2500 تن به 1500 تن کاهش یافته است. به گفته نهاد، ناامنی‌ها به ویژه قتل‌های هدفمندانه، تبعیض‌های جنسیتی و امتیاز اندک از علت‌های اصلی کاهش شمار خبرنگاران زن در کشورند. فریبا سادات گزارش می‌دهد. دو سال پیش در یکی از آژانس‌های خبری همچو خبرنگار کار می‌کرد. می‌گوید که به علت برخی از چالش‌ها و امتیاز اندک ناگزیر شد وظیفه‌اش را ترک نماید. او که اکنون با یکی از رادیوها همکاری می‌کند، می‌گوید به علت ناامنی‌ها و جان باختن خبرنگاران، خانواده‌اش اجازه کار در بیرون از خانه را برایش نمی‌دهد. ز فکر کوم که دا ټول حالتونه روان می نو اوس خو ډیر کم خزینه را کمی شوی دی. بیا هم یعنی دا په څو کلونو کې د خزینه او داتې دا چې کمیږي دا به شاید ډیر کمی، خو زه په دې باور یم چې په دوه کلونو نورو کې به پر رسنیو کې مونږ د خزینه خبریالانو شاهد نه اوسو. بهشته میگوید که بسیاری از خبرنگاران زن مسئولیت کافی کاری و جانی ندارند و فشارهای خانوادگی و چالشها در جامعه را از موانع دیگر در برابر خبرنگاران بانو در کشور میگوید. دوی د پرد امنیت باید تامین کشور ترجره. مونږ ډیر زیات خبریالان لاس نه ورکړل او دا زمونږ د ټولنې ته زمونږ د خبریالانو د پر دای وټی رغټ زیاده او بل اطلاعات او کلتور فرهنګ هم په دې برخه کې ډیر زیات کار وکړي. خوندیتوب کمیټه د خبریالانو هم کولای شي په دې برخه کې کار وکړي. رویدادهای اخیر و جان باختن چندین خبرنگار به ویژه ملاله میوند خانواده سومن را واداشته است که مانع تحصیل او شود. سومن که پس از تلاش‌های فراوان به دانشکده ژورنالیسم کابل رایفته است، اما او نتوانسته است به دانشگاه برود و تحصیلش را ادامه بدهد. اگر این اوضاع ادامه پیدا کنه میفهمم که زیادتر از جوانای ما ارزوهای خود در دلشان میمونن، هیچ کسی با ارزوی خود نمیرسه. شخصا من که خیلی رنج کشیدم، درد دیدم تا ای که از ارزوی خود ماندم دیگه، من نتونستم که در ارزوی خود برسم. در همین حال نه یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد میگوید که از 6 سال بدین سو شمار خبرنگاران زن در کشور به گونه قابل توجه کاهش یافته است. 2400 زن خبرنگار و کارمند رسانه در رسانه های افغانستان کار میکرد. ای عدد امروز متاسفانه شاید حول 1500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بانو باشه. متاسفانه وضعیت اقتصادی و مالی رسانه و بخصوص در جریان کرونا یک تعداد در جمع بیکار ساختن که ما را این مسئله نگران ساختن، اما ای که به اساس تهدیدات رسانه را دخترها ترک کرده باشن چون رقمی را ما به دسترس نداریم.
افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شناخته می شود. یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند و فردین امینی روزنامه‌نگاران اند که تنها در 1.5 ماه گذشته در کشور جان باختند. از سوی هم همزمان با 40مین روز جان باختن یما سیاوش، شماری از خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت‌های کابل، بلخ، تخار، فاریاب و جوزجان خاموشی حکومت را درباره چگونگی قتل یما سیاوش پرسش برانگیز می‌دانند. شماری از خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی با راهپیمایی اعتراض آمیز در ولایت تخار حکومت را درباره چگونگی قتل خبرنگاران به ویژه قتل یما سیاوش به خاموشی متهم می‌سازند. مردم افغانستان به ستو برآمده، امروز با از دولت از حکومت خواهان بررسی هرچی عاجل قتل و حمله تروریستی بالای یما سیاوش هستند. قتل خیلی درد آوری که به جان یما سیاوش انجام شد. اینها قتل های سازماندهی شده خود حکومت است که می خواهند صدای رسای اینها را خاموش بکنند. اگر خدا نخواسته بررسی نشه، اگر خدا نخواسته منشأ قتل ها مشخص نشود، من فکر می کنم تمام نسل جوان ما به یک تهدید تاریخی روبرو هستند. خبرنگاران می گویند که عاملان قتل یما سیاوش باید شناسایی و به کیفر برسند. دوی لمن سرجمنه کړی و صدا به پیوا یا دو اونه یو که سپارو بدبختانه دغه ده د سیاوش سره په اصطلاح څلوېښتي پوره کېږي، اما د افغانستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او رسنیو سره دغه معلومات شریک نه کړه. بانک مرکزی افغانستان نه تنها اطلاعات که بره نماینده های مردم افغانستان در پارلمان شریک نمی سازه، حتی اینمی اطلاعات و نهادهای امنیتی هم شریک نمی سازه. شماری از خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی در ولایت های فاریاب و جوزجان نیز قتل خبرنگاران به ویژه قتل یما سیاوش را نکوهش می کنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این حصه بی تفاوت هست و هیچ عنوان جایگاه اسلامی و حتی به عنوان یک انسان جایگاه انسانی نداره. این خبرنگاران از جامعه جهانی می‌خواهند که عاملان قتل خبرنگاران و نیز غیر نظامیان را همچون جنایتکاران بشری معرفی نماید. در سال 2020 با از دست دادن آقای فردین امینی 11مین فرد از خانواده رسانه‌ها را از دست داده. موضوع شهادت 3 عضو خانواده رسانه‌ای کشور که در جریان تقریبا 1 ماه گذشته به قتل رسیدند باید به گونه جدی بررسی و پیگیری شود. یما سیاوش خبرنگار پیشین طلوع نیوز که به تازگی در بانک مرکزی کار میکرد، 40 روز پیش با 2 همکارش هنگامی که به دفتر کارش میرفت در نتیجه انفجار 1 ماین بر موترش در مکروریان کابل جان باخت. کمیسیون مستقل حقوق بشر از کشته و زخمی شدن 400 غیر نظامی در جریان 3 ماه گذشته در شرق کشور خبر می‌دهد. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق کشور می‌گوید که در ادامه قربانی شدن غیر نظامیان در جنگ با فرود آمدن 2 موشک بر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان 3 غیر نظامی جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان این ولسوالی میگن که از جنگ خسته شدند. تا لحظات دیگر، آمادگی ازبکستان برای بازسازی آرامگاه امیر علی شیر نوایی در هرات. به ادامه خبر ده خوش آمدید. حکومت ازبکستان برای بازسازی آرامگاه امیر علی شیر نوایی در هرات اعلام آمادگی کرده است. یک هیئت بلندپایه حکومت ازبکستان در سفر به هرات میگوید که امیر علی شیر نوایی میراث فرهنگی مشترک میان افغانستان و ازبکستان است و سبب نزدیکی دو کشور شده است. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که قرار است سال آینده 580مین زادروز امیر علی شیر نوایی از سوی افغانستان و ازبکستان به گونه مشترک بزرگ داشت شود. نصیر احمد صالحی گزارش میدهد. آرامگاه امیر علی شیر نوایی میان 4 منار قامت بلند
و آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم در شهر هرات واقع شده است. این آرامگاه نزدیک به 520 سال قدمت دارد. اکنون با گذشت بیش از 5 قرن از درگذشت امیر علی شیر نوایی، حکومت ازبکستان برای بازسازی آرامگاه این شاعر زبانهای فارسی و ترکی و زیباسازی اطراف این آرامگاه اعلام آمادگی می کند. امیر علی شیر نوایی نین قرم تابکن مسکنلر مقبرالر جایلشکن منش مقبرانه وزنه اون اطرافنه مقبرانه تعمیرلش اطرافنه آبادالشترش مسئله رو بایچه بر کلیشیب آلی اپمز گپ شونده که کلگوسی 2021 یلده امیر علی شیر نوایی تولودنین 580 یلدگی بطور مملکتمزده جملادن افغانستانده هم که انشالنه. در دو سوی آرامگاه امیر علی شیر نوایی، مناره ها و آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم نیز وضع مناسبی ندارند و به بازسازی نیاز دارند. تنها در مورد مقبره گوهرشاد بیگم بلکه در تمام تاسیساتی که مربوط به تاریخ ما میشه ما در مورد پلان های مشخص را دارم و همین اکنون ما زیادتر متمرکز هستیم به منار پنجم که منار پنجم زیادتر در حال تخریب است و خطراتش زیاد است. هیئت بلندپایه حکومت ازبکستان در سفر به هرات میگوید که این کشور آماده گسترش همکاری های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور است. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که به بازسازی و مرمت بازمانده های تاریخی هرات ادامه میدهد. دولت تمرکز بسیار گسترده کرده برای حفظ و مرمت آبادات تاریخی هرات. تنها در همین سایه که ما شما استادیم از بودجه دولت افغانستان عملا آغاز شده به ارزش 500 هزار دلار برای استحکامات مصلی هرات به کار گرفته میشه. امیر علی شیر نوایی نزدیک به 580 سال پیش در شهر هرات چشم به جهان گشود. او شعر و داستانهای زیادی به زبانهای فارسی و ترکی دارد. امیر علی شیر نوایی بیش از 5 قرن پیش وزیر کلیدی سلطان حسین بایقرا در هرات بود که ساخت و سازهای دوران او اکنون بخش بزرگ از میراث‌های فرهنگی کشور هستند. او در سال 1503 میلادی چشم از جهان فرو بست و در شهر هرات به خاک سپرده شد. تا لحظات دیگر. انتقاد کابل نشینان از بدتر شدن توزیع برق در این شهر. باز هم خوش آمدید. بیش از 100 تفاهم نامه همکاری میان شرکت های گوناگون خصوصی در کابل امضا شدند. بر بنیاد این تفاهم نامه ها این شرکت های خصوصی که همه ایشان با مشکل نبود بازار مناسب برای تولیداتشان روبرو هستند تعهد کردند که تا یک سال دیگر از فرآورده های یک دیگرشان کار گیرند. شرکت برشنا میپذیرد که توسعه شبکه برق و افزایش نیافتن مقدار برق باعث افزایش پرچاوی ها شده است. بر بنیاد آمارهای این شرکت در یک سال پسین با توسعه شبکه برق کشور تقاضا در این بخش 146 مگاوات افزایش یافته است. اما هیچ افزایشی در توزیع برق به میان نیامده است. باشندگان پایتخت از آنچه که بدتر شدن توزیع برق در پایتخت میگویند در مقایسه با سالهای گذشته انتقاد میکنند. حیدر شاه امید گذاشت میدهد. باشندگان پایتخت بدترین زمستان سالهای پسینشان را از ره گذر افزایش پرچاوی ها سپری میکنند. با گذشت هر روز و با سردتر شدن هوا پرچاوی های برق بیش از هر زمان دیگر افزایش میابد. 24 ساعت 4 ساعت هم برق مونه که من هم در 4 ساعت هم 5 دفعه 6 دفعه ما پارچوی داریم. امی برق است که برای ما هیچ کار نمه، ما از امی برق حتی هیچ استفاده هم یک تلفن خود چارج کرده نمیتونیم. از یک سو هوا سرد شده، از یک سو دیگه بی برقی زیاد است، دیگه طرف های منطقی ما بخصوص زیاد شده، پار سال بدتر شد. زایع شدن در حدود 35 درصد برق از بحر فرسوده بودن سیم های برق و مشکلات فنی از مشکلات دیگر در این بخش است. اول این های فرسوده کنه است که حتی به یک وزش باد هم اینا به روی زمین میرسه.
شرکت برشنا میگوید که افزون بر پوشش دادن شمار از ولایت هایی که پیش از این به شبکه برق وصل نبودند، بخش های از پایتخت نیز در یک سال پس این به تازگی به شبکه برق وصل شدند و در نبود برق بیشتر برای توزیع پرچاوی ها افزایش یافتند. در حدود 146 میگاوات امپیر شبکه توسعه پیدا کرد که متاسفانه با نظر به مو مشکلات که لاین وصل نشد، برق زیاد توزیع شد، پرچوی ها نسبتا بیشتر شد. شرکت برشنا میگوید که سال آینده با پیوند سیم برق 500 کیلوولت ترکمنستان به کابل 1000 مگاوات برق بیشتر برای توزیع وجود خواهد داشت که افزون بر حل مشکل پرچاوی های شهر کابل، ولایت های دیگر نیز از برق بیشتر بهره مند خواهند شد. تا لحظات دیگر، برنامه کمک غذایی به کودکان فقیر بریتانیا، اولویت فوری، 2,400,000 کودک آسیب دیده از کرونا. باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور پاکستان میگوید که برنامه راه و جاده چین و نیز دهلیز اقتصادی چین و پاکستان صلح و ارتباط متقابل جهانی را برمغان خواهند آورد. آقای علوی میافزاید همین که صلح در افغانستان برقرار شود، کالاهای بازرگانی این کشور نیز در کوتاه ترین فرصت ممکن از طریق دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به بازارهای چین و کشورهای دیگر صادر خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای نخستین بار در 70 سال گذشته برنامه کمک غذایی به کودکان فقیر بریتانیا که از کرونا آسیب دیدند را آغاز کرد. این نهاد جهانی میگوید برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم کمک به 2,400,000 کودک نیازمند در بریتانیا به اولویت فوری تبدیل شده است. اکنون می توانید نشرات طلوع نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.نت و اپ دریا نیز ببینید. سپاسگزار همراهیتان با خبرده. شب بخیر. خدا نگهدار.